انشاءالله برای تحقق صلح پایدار و با عزت یک لحظه هم غفلت نخواهیم کرد. نام خدا میبینین یک سال سرتاسری، یک امنیت. سال یک سال پر از صفا و صمیمیت صلح داشته باشیم در افغانستان خود ما، از قدر جنگ و بدبختی کس دور باشیم. سلام، با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. خبرهای این ساعت ما ویژه نوروز است. جشن نوروز در یک فضای امن و آرام در کشور برگزار شد. نوروز در سراسر کشور جشن گرفته می شود، اما مراسم اصلی این جشن در شهر مزار شریف برگزار می گردد. امسال نیز این جشن با حضور مقام های حکومت و هزاران تن از شهروندان کشور برگزار شد. جشن نوروز در شهر کابل نیز حال و هوای دیگر داشت. هزاران باشنده پایتخت با خرسندی و پایکوبی روز نوروز را جشن گرفتند. رئیس اجرایی حکومت همراه با شماری از اعضای کابینه و اعضای مجلس نمایندگان با پا گذاشتن به شهر مزار شریف میگوید که آمده است تا در نخستین روز جشن نوروز در مراسم پرشکوه جهنده بالای حضرت علی شرکت کند. انشاءالله برای تحقق صلح پایدار و با عزت یک لحظه هم غفلت نخواهیم کرد. اما صلحی که عزت مردم و حقوق مردم در او مزمر باشه، در او حفظ باشه. هیچ نوع معامله پشت پرده در راستای صلح که سرنوشت مردم است صورت نمیگیره و صورت نخواهد گرفت. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، از دشواری های سال پار و تهدید های سال جاری افغانستان از سوی حراس افغانان سخن میزند. انکشاف اوضاع نشان میدهد که بدبختانه در بهار امسال ما شاهد جنگ های شدیدتری خواهیم بود. شمار بیشتر از توریستان به رهنمایی برخی حلقات داخلی و خارجی وارد شمال شدند و می شوند. بنان لازم است هم میهنان ما برای مقابله با چنین وضع آمده باشند. از پیر تا جوان و از زن تا مرد در این مراسم، از نظامیان کشور برای تامین امنیت این مراسم سپاسگزاری می کنند. خدا سال بعد و تنام تبریک کنه، سال صلح و امنیت بیاره و افغانستان که هر سال ما بیاییم گرازه را بیاییم ملی گل سرخ. بسیار خوش شدیم، بسیار یک محفل خوب بود، بزرگوارا آماده بودن زیاد، امنیت بسیار تامین بود، امنیت بسیار خوب بود. نام خدا میبینین یک سال سرتاسری، یک امنیت. ما این شهروندای خدا میبینیم و بسیار احساس خوشی داره. با وجود تمامی نگران‌های امنیتی در مسیر شاهراه کابل شمال و بخش‌های دیگر کشور، اما امروز هزاران تن از شهروندان کشور به ولایت بلخ آمدند تا گواه برافراشته شدن جهنده سخی باشند. اینها از خوشی‌ها و سرور با هم سخن زدند و می‌گویند که بهار نو و سال نو برایشان پیامی از ترقی و ثبات خواهد بود. سید طارق مجیدی، ترونیوز، ولایت بلخ. برای حمایت از کشاورزان و باغداران در کشور، تعرفه‌های گمرکی بر واردات میوه‌های تازه تا 150% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور غنی در جشن دهقان میگوید که در جهت حل مشکلات نبود بازار برای فرآورده‌های کشاورزی، در شهرهای بزرگ جمعه بازار ساخته خواهد شد. از سوی هم رئیس جمهور دستور می‌دهد که پس از این در پیمان‌های دولتی فرآورده‌های خارجی جا دادن نشود و برای حل کمبود آب باید نظام آبیاری کشور معیاری گردد. امسال جشن دهقان با مراسم ویژه در بادامباغ کابل برگزار شد. در آغاز این جشن، رئیس جمهور به کشاورزان و باغداران کشور وعده می‌دهد که در کنار معیاری سازی نظام آبیاری در کشور، زمینه استفاده عادلانه از آب را در کشور فراهم خواهند ساخت. وی می‌گوید که امسال 40,000 تن بذرهای اصلاح شده به کشاورزان توزیع خواهند شد و برای حمایت از کشاورزان و باغداران کشور با ساخت 29 بند برق و آبگردان در کشور، به صدها هزار هکتار زمین خشک آبیاری خواهند شد. اگر آب به صورت اساسی مدیریت شود، خواهر و برادران، تولید ما زیاد میشه، همه چیز ما انشالله تعالی بهتر میشه. اینی چهار چیز هدایت ما است که اینی سه وزارت محترم سرش کار کنند به صورت بنیادی نتیجه بیارن. امروز همزمان با تجدید از روز دهقان، 16 نمایشگاه زراعتی کابل را که بزرگترین نمایشگاه در نوع خود است افتتاح می نماییم. در این نمایشگاه محصولات زراعتی از سراسر کشور شامل بهترین انواع تولیدات داخلی، ماشینری زراعتی، محصولات بسته‌بندی،
بسته بندی شده لبنی و دیگر تولیدات کشور به نمایش گذاشته می شود. از سوی رئیس جمهور می گوید که برای ایجاد کارخانه های پروسسی میوه های تازه زمین توزیع خواهند شد و برای حل بنیادی مشکلات کمبود برق برای کارخانه ها امسال 240 مگاوات برق بیشتر از منابع داخلی تولید خواهند شد. امسال انشالله و تعالی مقدار برقی که در افغانستان تولید خواهد شد از 100 سال گذشته که در امسال زیادتر خواهد. 240 مگاوات برق انشالله و تعالی امسال تولید خواهد شد. کم از ظرفیت نیست مگر یک شروع بزرگ است. از سوی هم با آغاز جشن دهقان در بادامباغ کابل یک نمایشگاه بزرگ فراورده های کشاورزی کشور را اندازی شده است. در این نمایشگاه فراورده های کشاورزی بسیاری ولایت های کشور در بیش از 230 غرفه به نمایش گذاشته شده. قرار است در 3 روز این نمایشگاه در حدود 100 هزار تن از آن دیدن کنند. سهراب بهمن آگاه مسائل اقتصادی اینجا با من است برای بحث بیشتر. خیلی خوش آمدین آقای بهمن. امسال از منابع داخلی کشور به پیمانه برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته بی پیشینه خواهد بود. ممکن است؟ سلام خدمت شما، سال نو شما مبارک، همکاران شما و بیننده عزیز شما. اساساً امیدوار هستم که ما سالی که در پیش روی داریم یک سال متفاوتر از گذشته باشه و با امیدی را آغاز کردیم و امیدوار هستم که امیدها به یأس تبدیل نشود. ای که ما در حقیقت در سال جدید ما بتونیم که میزان تولید برق خود بلند ببریم، البته امکان داره در پروژه های کوچک و متوسط و اون که بتونیم یک پروژه بزرگ حیاتی را که حداقل بتونه یکی از شهرهای بزرگ ما را برقشه به شکل اساسی حل بسازه، یا مثلا کابل هست یا مزار هست یا هرات هست یا قندهار و یا جلال آباد، متاسفانه امکان نداره. به خاطر شما میدونین که پروژه های برق یکی از پروژه های هم هزینه بر هست و هم سرمایه بر. متاسفانه از بود زمانی هم ما در سال آینده اوقدر در حقیقت در وضعیت خوب نبخواد بودیم که ما وقتی کافی داشته باشیم که این کار انجام بدیم، چون شما میدونین که نظر به پلان مالی یک ربع سال گذشته 3 ربع مالی باقی مانده، یعنی 9 ماه دیگه باقی مانده، چون ماه حوت که میشه تکمیل میشه. بنان تا اندازه شاید کار بشه، اما به اون اندازه که همه مشکلی در یکی از شهرهای بزرگ حل بکنه و یا اینکه میزان تولید ما به سطح بسیار بالای بره، در حقیقت ما فکر نمی کنم که قابلیت تطبیق 100% داشته باشه. اما بند سلما که جدیدا آغاز در حقیقت کارش تکمیل شده و یک دوره امتحانیش هم تکمیل کرده، احتمال داره او یکی از چیزایی باشه که ما را به امیدوار بسازه برای آینده. شاید هم موضوع رئیس جمهور همین قضیه باشه. در جشن نوروز ظاهرا رئیس جمهور امسال تحفه های هم به کشاورزان هم به مردم افغانستان داشت، از جمله افزایش 150% تعرفه گمرکی بر واردات میوه های تازه. چقدر میتونه این مؤثر باشد در جهت حمایت از تولیدات و کشاورزی در افغانستان؟ اساسا شما میدونین که افغانستان یگانه کشوری هست که در حقیقت بالای 75%ش بر اساس آمارهای جهانی که مثلا بانک جهانی داده، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا داده، 75-80% مردم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با در زراعت مشغول هستند و در حدود 30% جی دی پی کشور همین زراعت تشکیل میده و یکی از اقلام درشت صادراتی ما هم اقلام زراعتی است. وقتی زراعت میگم منظور از باغداریم هست و مالداری هم و بخش کشاورزی ما هم هست. بنابراین این باید در آغاز مراحل یا در صفحه جدیدی که بعد از 2002 ما شروع کردیم باید در صدر برنامه ها قرار می گرفت. با آن هم دیر نیست، ما امیدوار هستم این کار تطبیق بشه تا اینکه ما بتانیم محصولاتی را در داخل داریم هم از نگاه کیفیت هم از نگاه لذت بسیار خوب است نظر به محصولاتی بیرونی که به داخل افغانستان میاد، اما حمایه های لازمه نمیشه و این میتونه یک نوید خوش باشه، چون ما تجاربی در این بخش داریم. به طور مثال ما در بود نوشابه باب آل به عنوان یک صادرکننده نسبتا هستیم، یعنی بر علاوه که مارکت داخلی ما تکافو میکنیم به مارکت های بیرونی هم صادر میکنیم. یگانه دلیل شمی بود که ما اینا را در مقابل نوشابه بابی که از کشورهای همسایه وارد میشد حمایتشان کردیم و اگر این کار هم در اقلام زراعتی مثلا در بخش گندم، برنج، میوه‌جات، گوشت، تخم اینها اگر انجام بدیم واضحه که میتونه یک تغییری را به وجود بیاره. اما یک نکته را متوجه باشیم که بعضی کشورها یک تجربه تلخی هم داشتن از بلند بردن تعرفه ها، که وقت مثلا ایران چون او در رده 8 در جهان قرار داره از بودی صادرات میوه و اقلام زراعتی، بله، یعنی خیلی پیش است، اما وقتی که تعرفه ها را بلند برد برعکس زمینه قاچاق محصولات به
کشور افزایش یافت. بنان خوب است که ما این نقطه را متوجه باشیم که اگر 100 درصد یا 150 درصد تعرفه ها را بلند میبریم، ایره باز نسازیم که و کنترل هم کرده نتونیم که قاچاق بد زیاد شود در داخل افغانستان و این باز به مراتب زیانبار خواهد بود. اونا هم از تعرفه های مالیاتی گریز میکنن و هم به قیمت بسیار نازل در مقابل محصولات داخلی ما در حقیقت قرار میگیرن در مارکت که میتونه تاثیرات ناگواری را داشته باشه. سخنرانی رئیس جمهور سه نکته خیلی اساسی داشت، از جمله در پیمان های دولتی پس از این نباید فراورده های خارجی جا داده شود و تولید 240 مگاوات برق در سال 1395 هجری خورشیدی و افزایش 150 درصدی تعرفه گمرکی بر واردات میوه های تازه. حالا این وعده ها بلند و بالای برای مردم افغانستان داده شد، اینها چقدر اجرایی است؟ خب اساسا وزن وقت شما یک چیز را طرح میکنین توقع نداشته باشین 100% تطبیق شه. من میگم اگر 50% وعده هایی که جناب رئیس جمهور دادن یا 60% اینا بخواد تحقق پیدا بکنه و زمینش عملیش در کشور مساعد شوه، من مطمئن هستم تغییراتی را ما حداقل در بعد زراعتی میتونیم که شاهدش باشیم. من امیدوار هستم که همونطور که جناب رئیس جمهور در کنار سخنرانی هایش هم گفت که امسال من متفاوت تر عمل میکنم، مخصوصا حتی با وزیر زراعت هم یا گوشزد کرد که 70 درصد بودجه نه بلکه باید 90 درصد بودجه در سال آینده در خط مصرف شود و اگر این نوع قاطعیت اگر وجود داشته باشه و دنبالش بگردن، من مطمئن هستم هر کار دنبال کار داره، اگر شما دنبالش بگردین به یک نتیجه ملموس و به یک نتیجه مثبت در خط منتج خواهد شد و وضعیت تغییر خواهد کرد. اگر تنها امو باشه که در یکی از مراسم ها گفته شود و دنبالش گرفته شود، باز ما متاسفانه وضعیت بدتری را بدبختانه در سال پیشی رو خواهد داشتیم. سهراب بهمن آگاه بخش اقتصادی، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. پایتخت نشینان نوروز را جشن گرفتند. اینان سال نو را با شادمانی، رقص و پایکوبی و با امید به آینده آغاز کردند. تفریحگاه های کابل و دامنه های تپه ها با جشن نوروزی رنگین از خانواده ها بودند. جشن نوروزی، سرور و شادمانی در دامن نفس تازه که طبیعی کرد. بوی بهاران و شکوفه های درختان هر کی را به دامن خوش طبیعت به اینجا می کشد. مردان، زنان و کودکان همه اینجا گند با جشن جمشیدی. سال که گذشت یک سال نارامی بود در افغانستان و می خواهی که ما امسال یک ذره آرام آرامتر و کنار یکی دیگر با خوبی راحت زندگی کنیم. همه نوبسامونی ها و خستگی های کهنه را با سال نو کنار زدند، اینجا آمدند در کنار خانواده هایشان نوروز را جشن گرفتند. سال نو ما به یک خوشی و به صمیمیت و به امی امید آغاز کردیم که انشالله امسال یک سال پر از صفا و صمیمیت سال داشته باشیم در افغانستان خود ما، از قدر جنگ و بدبختی کس دور باشیم. اینجا در گوشه دیگری نوای موسیقی محلی جوانان را به خودش کشیده. هر کی به شیفه خودش سال نو را جشن میگیرد. کسانی این گونه با رقص و پایکوبی به خوشی هایشان می افزایند. این روزها روز امیدوار کننده است برای مردم و بسیار خوش هست همه مردم جمع شدن و دور برای هم با یک صمیمیت و خوشی و اخوت و برادری با هم یک جای جشن میگیرن. تپه بی بی محرو، این دامنه سبز با حضور گرم پایتخت نشینان رنگین جشن نوروزی شده است. در گذشته ها پرشکوه تر از این سال نو جشن گرفته می شد. سابق بود یه در نسبت به حال جشن خوب صحیح تشکیل میکردن. مگم حال مردم یکمه که به خاطر این تخاری و جنگ این کارا مردم دیگه فامیلای خواهی گرفته نمیتونه بیاد. نوروز جشن باستانی و آین دیرین. از این روز کشورهای حوزه نوروز، آسیای میانه و شرق میانه همه ساله به گونه پرشکوه جشن میگیرند.
احمد ضیا مسعود میگوید که مخالفان مصالح دولت به گفتگوهای صلح باور ندارند و کشتن شهروندان کشور فرهنگ آنان است. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در همایش تجلیل از نوروز در ولایت پنجشیر تاکید می‌ورزد که پیش از گفتگوهای صلح باید مخالفان مصالح دولت تضعیف شوند و نیز قدرت دفاعی نیروهای دولتی بلند برده شود. احمد ضیا مسعود میگوید که به زودی صف قوی مجاهدین برای دفاع از کشور در کنار نیروهای امنیتی ایجاد می شود. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و شماره از فرماندهان پیشین جهادی در همایش بر سر مزار احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر جشن نوروز را تجلیل کردند. این همایش بیشتر رنگ سیاسی می گیرد و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفتگوهای صلح را بر حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ثبات سیاسی کشور مشروط می کند. طالبان، داعشی ها فلسفه زندگیشان آدم کشتن است و در موجودیت جنگ است که اینا میتونن بقای خود حفظ بکنن. اگر جنگ نباشه اونا نه کدام پروگرام سیاسی دارن، نه کدام پروگرام فرهنگی دارن، نه کدام پروگرام ای دارن که مدنیت سازی بکنن. یه گروه های وحشی هستن که بقای خود در تداوم جنگ میبینن. این مقام بلندپایه حکومت بر مردمی شدن نبرد در کشور تاکید می‌ورزد و از ایجاد شورای مجاهدین برای دفاع از کشور در کنار نیروهای دولتی سخن می‌زند. تا جایی که ما در تماس هستیم همه به یک عقیده رسیدن که یک حرکت جدید شکل بتن و بخصوص در قبال مسائل امنیتی بی‌تفاوتی از خود اختیار نکنند و همچنان در قبال همه مسائل سیاسی و موضوعات دیگه که ارتباط به زندگی مردم میگیره به تفاوتی احساس نکنند. شرکت کنندگان این همایش از نابسامانی های سیاسی انتقاد میکنند و از مردم میخواهند که یک بار چه باشند. میگن یک گپی نیست، چطور نیست؟ این هم های بار شد. این کشته که امروز بده کی میده؟ تخاری است مجاهدین، قندوزی است مجاهدین، شمالی روز تا بگه در کتل خیرخانه سکو امبولانس ها تیت 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 شهید مرازل من. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از قهرمانی نیروهای امنیتی در کار تامین امنیت ستایش می کند و از جوانان می خواهد که کشور را ترک نکنند. جشن نوروز در یک فضای امن در کشور برگزار شد. برای تامین امنیت این جشن نیروهای بیشتر در شهرهای بزرگ کشور به ویژه در کابل جابجا شدند. شهروندان کشور از نیروهای امنیتی ستایش می کنند، اما در برخی از بخش‌ها هنوز هم مردم از نبود امنیت نگران هستند. تدابیر ویژه امنیتی برای نوروز. نیروهای امنیتی در گوشه و کنار شهر دیده می شوند. زمونگا طول قطعات په لومړی درجه هزاراتو کې دي، هغه د دې لپاره چې د نوروز په ورځو کې د کابل خاریان او زموږ د افغانستان ټول خلک په آرامۍ یا سوداګۍ او په خوشحالۍ باندې نوی کال ته جیل کړي، د یو بل کورونو ته لاړ شي او په آرامه فضا کې دا کال دوی څنګه چې ضرور دي همغسې تجلیل کړي. بهترین تبریکی سال نو بر هر فرد پولیس اینمیز تا در وظایف خود حاضر باشه، تا باشه به خاطر تپ و تلاش، کمخوی و دویدن و کار و پیکار اینا هموطنانشان سال نو خوش داشته باشه. شهروندانی که در نوروز به گردشگری برآمدند نیز از تدابیر خوب امنیتی ستایش میکنند. تشکری میکنیم از تمام ارگانهای دولتی که واقعا در به خاطر امنیت وطن واقعا زحمت میکشند. همه جا دیدیم که همشان هم ارگانها با هم همکاری مشترکاً سهم گرفت. بسیار عالی، ما که تا میجا آمدیم تدابیر بسیار خوب، تدابیر امنیتی بسیار خوب گرفته شده، اما بازم بعضی فامیلا میترسن که چیزی گپ نشن، فامیلای خود اجازه نمیتن که چکر بزنن. با آنکه هنوز مردمان زیادی در تپه ها و گرد شهر دیده میشوند، اما نسبت به سالهای گذشته جشن نوروز در کابل کم رنگ شده است. فرمانده پلیس حوزه 707 پامیر میگوید که نیروهای امنیتی در شمال کشور میکوشند تا در فصل بهار امنیت را به گونه بهتر تامین کنند. در همین حال فرمانده پلیس ولایت کندوز از مخالفان مصالح دولت میخواهد تا برای صلح همیشگی در کشور بر روند صلح بپیوندند.
علاقمندی شهروندان کشور برای شرکت در جشن نوروز در شهر مزار شریف کم رنگ بوده است. شمار از باشندگان شهر مزار شریف میگویند که امسال به علت اوضاع بد اقتصادی شمار اندک از شهروندان کشور به شهر مزار شریف آمدند و به همین علت فعالیت های اقتصادی در این شهر نسبت به جشن نوروز سال پیش کم رنگ است. از سوی هم شمار از صاحبان شرکت های مسافربری در پایتخت میگویند که به علت کم علاقگی مردم برای شرکت در جشن نوروز امسال در مزار شریف کار بارشان پررنگ نیست. وجود نامنی ها در مسیر شمار از شهرهای کشور و افزای بد اقتصادی خانواده ها از علت های این که به گفته شمار از مسئولان شرکت های مسافربری در پایتخت علاقمندی شهروندان کشور را برای شرکت در جشن نوروز کم رنگ ساخته است. سالان پیش همه تو بود یکی دو روز پیش از نوروز موترش در کابل خصوصا سرویس نمیمان. حالا همین ضعف اقتصادی مردم است که موتر نمیره مردم. امسال به خاطر ضعف اقتصاد و ناامنی در کشور با وجود آمده که ما نتونستیم امروز 6-7 نفر امسال بریم و تا به حالم خودم نرفتم میخواهیم که امروز حرکت بکنم. از سوی هم شمار از باشندگان شهر مزار شریف میگویند که به علت افزایش مشکلات اقتصادی امسال شمار شرکت کنندگان جشن نوروز امسال به مزار شریف به نصف کاهش یافته. هر سال که مردم بسیار می آمد این سال قد نامده چرا که دو روز پیش سه روز پیش روزه بسته می شد نسبت به دیگر سالها امسال کمتر هستند به خاطر که اقتصادشان ضعیف است، بیکاری است، فقر است. در این حال شماره از هتلداران در شهر مزار شریف نیز میگویند که امسال بیشترین هتل‌ها در این شهر مهمان ندارند. امسال دیگر گروبار نیست، از راه خراب است، مردم بی پیسه شدند و نمیان. این در حالی است که گفته می شود ناداری و بیکاری روزافزون در کشور گذشته از کاهش توان خرید مردم خانواده ها را واداشته است تا در هزینه هایشان کاهش آورده و صرفه جویی کنند. شمار از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت مشکلات سال گذشته هجری خورشیدی این سال را بدترین سال در رشد اقتصادی در چند سال اخیر می داند. کارته سخی شهر کابل در نوروز حال و هوای دیگر دارد و هزاران شهروند کشور در جشن نوروز شرکت کردند. شرکت کنندگان این جشن سال گذشته را سال دشوار می گویند و آرزو دارند که امسال سال بهتر برای افغانستان باشد. اینجا کارته سخی کابل است، جایی که هزاران باشنده کابل برای تجلیل از جشن نوروز گرد آمدند. همه سو سرور و شاد است، دسته دسته برای تجلیل از این روز بر زیارت سخی می آیند. نو موږ ډېر نن خوښ یو ځکه چې دغه نننۍ فضا ډېره په آرامش سره تېره سوه په صلح او امنیت کې. برای ما خیلی جالب بود و خیلی هم خوشایند بود. مبارک شاه همراه با خانواده و دوستانش در این جشن شرکت کرده است. این مرد میگوید که پس از سالها مسافرت به تازگی به کشور برگشته است و از خرسندی مردم در این جشن خوشنود است. در ملک مردم بدر که بادشاه باشیم برای من نمیزبه، یعنی می خاک برای ما میزبه، خاک ما است، وطن ما است، دوست داریم، اما به شرطی که امنیت باشه، به شرطی که مردم رو بمانه که زندگی کنه. شماری از این باشندگان کابل میگویند که افغانستان نیاز به آبادی دارد و باید تمامی شهروندان کشور دست به دست بدهند و در آبادانی کشور سهم بگیرند. وطن ما بسیار رنجیده بوده و حالا که ما آزادانه میتونیم بیاییم اینجا جشن بگیریم قابل افتخار است. دست خود را به همدیگر بدهد، از تفرقه چیزا جلوگیری کنه و از وطن ما را آباد کنه. شهروندان کشور از عملی نشدن وعده های رهبران حکومت انتقاد می کنند و از آنان می خواهند تا وعده هایی را که پیش از رسیدن به قدرت به مردم سپرده بودند عملی بسازند. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع ادامه خبرها را در طلوع نیوز دنبال کنید. نوروز در بیشتر بخش‌های کشور جشن گرفته شده، اما در سال‌های اخیر این جشن باستانی در ولایت ننگرهار برگزار نشده است. شمار از باشندگان و فرهنگیان ننگرهار با انتقاد از مقام‌های این ولایت می‌گویند که مقام‌های این ولایت باید پاسخ بگویند که چرا این جشن باستانی در ننگرهار برگزار نمی‌شود. ننگرهار از ولایت‌هایی است که مردمش در فعالیت‌های فرهنگی نقش برجسته داشتند، اما در چند سال اخیر نوروز در این ولایت جشن گرفتن نمی شود. شماری از باشندگان این ولایت می گویند که آنان از روزها پیش برای برگزاری این جشن آمادگی گرفتند، اما این جشن به گونه رسمی در این ولایت برگزار نمی گردد. مخکی دغه شیرزی لوبغاړي کې هم داسې راځي، عملت په بړ کې
او نور میله زینو کې دغه ورځ ډیر خسل منظر کېدلې نه پویګم چې وس موږ چارواکي د تفهم نه کوي چې د غونډي هماغه سیول مانځي نن زه ګورم چې د ځوانانو ډیر کمې دي نه خو بس لټول حکومت اشاره ده خپل ځان نشي را جوړول نه میله به څنګه جوړه کی دی وطن کې امن نشه جنگونه دي هغه د جلابات امنیت نشي نیول نه میله به څنګه میله خو په خزر کې خلک به خوشاله اوسه کال نوروز کې ډیر خلک خفه دي بس خوند نشته دي والیم نشته دي پروګرامونه سیټ کې شماری از شهروندان کشور از بحر خوش آب و عوا بودن این ولایت در نوروز به ننگرهار رفتند. اما میگویند که در این ولایت هیچ نشانه از جشن نوروز دیده نمی شود. سال قبل که می آمدیم اینجا بسیار جمع جوش می بود، خوب میله می بود، چیز می بود. مگر این سال بسیار بیخیت خاموشی است، چیز نیست، این مردم بسیار ترسیده است باره دایش و طالب. از امید بسیار تا هیچ کار تجلیش نکرد تا این روز دیگه بیخیت. مزیش نوید دست قبل سابقه باره مزیش نیست دیگه. در آقلی و مشکل در نوروز که بس یو شای مایی، آقا دلی به جلال آباد که یو شای هم نسد خاص در امنیت نسد دلتا. دلتا که امنیت وای شسول وای شای و دلتا بس شو میلی و چرچه و خلق و بتماشیه که ولی یو شای هم وصل است بس امنیت خراب ده. فرهنگیان ننگرهار میگویند که مقام های محلی ننگرهار برای برگزار نکردن جشن نوروز باید پاسخ بدهند. متاسفانه ده یوی میاشت رئیس به مختلف سیمو که ده ده پزد بانده خطواوی ورکول که چه طول یو مرجع ده خوانه چه اقا ده افغانستان خیر نگواری غواری چه خلق خوشحالی اونن مازی او دول پا ذهنونه پا اسارت کی ده به علم ملایانو ده ده پزد دیر سخت کار روان. در این باره مقام های ولایت ننگرهار حاضر به گفتگو نشدند. مقام های امنیتی حوزه جنوب از تدابیر شدید امنیتی در روزهای نوروز خبر می دهند. فرماندهان پلیس ولایت های قندهار و زابل می گویند که پلیس برای تامین امنیت این ولایت ها در روزهای جشن نوروز آمادگی های کامل دارند. آمادگی های نیروهای امنیتی برای دفاع از ارنو عمله های جنگجویان در روزهای نوروز در حوزه جنوب. فرماندهان پلیس ولایت‌های قندهار و زابل میگویند که پلیس این ولایت‌ها تدابیر شدید امنیتی را برای تأمین امنیت شهروندان کشور در روزهای نوروز گرفتند. ټول په منګی سره اخته دي او خپل امنیتي تدابیر نیولې دي د نوروز د میلو لپاره او د ښار کې په ولسوالیانو کې چې درغنده او د خاکریز ولسوالۍ ده او د دالیبند یا نور ځایو لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ان شاء الله موږ به اخر توانه پر خپل کوشش وکړو د دې د میلو امنیت وساتو چې د نیمه کار پر موږ پر احمد ګیلو او زه امیدوار یم چې نیمه کار په زابل کې به شکل وي موږ پر په دې خاطر سره چې موږ ته د زابلیان په ملي پولیس کې ډېر داخل شو دا خو زابلیان چې هغه داسې ځوانه چې هغه دولسم فاصله وکړ او دا غو ټول شاته د زابل ولس ولاړ دی. در این حال باشندگان حوزه جنوب از گروه های درگیر می خواهند تا برای خوشنودی شهروندان کشور روزهای نوروز را آتش بس اعلان کنند. پسر که امنیت بیر شدید مرد چرواک و در ملنان صدا خواهشتی چه امنیت نورم چین که او دادوانان دای سیدی مطلب فرازه چکم میلا دیری پاقده که مرد دی صدا گوشتنه چی دی امنیت چین که ما گوشتنه خود دولت خداقه ده چی باید دولت امنیت اول بونیست بعد امنیتونه ونیسی پا دی خاطر بانجی چی دنیا ازوانان میلوات از دی و میلی کهی. فرماندهان پلیس زابل و قندهار از باشندگان این حوزه می خواهند تا برای تأمین امنیت خودشان با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. بیش از 2000 زوج در مکسیکو در یک مراسم عروسی گروهی ازدواج کردند. این مراسم در پایتخت مکسیکو برگزار شد و هزاران مهمان نیز در آن شرکت کردند. بیش از 5000 تن در مراسم عروسی 2165 زوج در شهر مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو شرکت کردند. در این ازدواج گروهی افراد از نژادها و کشورهای گوناگون حضور داشتند. برگزار کنندگان این مراسم برای زوجها تحفه های نیز در نظر گرفتند که شامل سفر به برخی شهرهای مشهور این کشور است. این که این مراسم بزرگ است و هدیه های نیز می دهند بیشتر زوج ها را قانع می سازد که در اینجا عروسی کنند و ما فرصت های عروسی کم هزینه را می دهند. سال گذشته نیز مراسم مشابه در مکسیکو سیتی برگزار شده بود، اما امسال شمار زوج ها بیشتر شده است.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین شکستش را در رقابت‌های کرکت جام جهانی 20 آوره 2016 هند تجربه کرد، اما این بار در برابر آفریقای جنوبی. تیم ملی کرکت کشور با آنکه یک بازی خوب از خود به نمایش گذاشت، اما در نهایت با تفاوت 38 دوش مغلوب آفریقای جنوبی شد. در این دیدار نخست بازی را آفریقای جنوبی آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن 5 بازیکن 210 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و در برابر آفریقای جنوبی تن به شکست. این دومین بار است که افغانستان در برابر آفریقای جنوبی در رقابت‌های کرکت طعم تلخ شکست را می‌چشد. پیش از این تیم ملی کرکت کشور در رقابت‌های جام جهانی 5 آوره 2010 آفریقای جنوبی نیز در برابر این تیم تن به شکست داده بود. در این حال رئیس کمیته ملی المپیک کشور و شماره از سناتوران حضور تیم ملی کرکت افغانستان را در میان 10 تیم برتر جهان دستاورد بزرگی می‌دانند. تیم کرکت افغانستان در 10 بهترین جهان حضور پیدا می‌کنند در مسابقات و بالاخره در برابر تیم حضور پیدا می‌کنه که در سال گذشته قهرمان دنیا بوده. ما باور دارم که اگر تیم کرکت ما برنده هم شوه پیروزی بزرگ است برای افغانستان، اگر بازنده هم شوه یک پیروزی بزرگ است برای مردم افغانستان. با ما مهم ایست که اینا بسیار خوب درخشیدن، بسیار خوب از خود تبارز نشان دادن، اما باختن مهم نیست. ای که امروز در میدانهای ورزش در جهان را پیدا کردن، ای بر ما بسیار مهم است. اما مهم ایست که بالای از اینا بیشتر کار شود، چون افغانا دارای ظرفیت بالایی را دارن و سرمایه گذاری بر از اینا بی جا نیست. هم حکومت افغانستان هم تجاری ملی ما باید بیشتر در یرس سرمایه گذاری کنند. ما تجربه کمتر را در مسابقات داریم، اما دستارت های بیشتر را کلک دکت سکر کار واخلی او دوی پر وقت بانی خیخی پریکری دیوگی، نو انشالله دی افغانستان لبلل تر هیچ چه هم کمانه دا. ملی پوشان کرکت کشور در سیومین دیدار مرحله گروهی این پیکارها بروز چهارشنبه امین هفته در برابر انگلستان به میدان می روند. این پیکارها به گونه زنده و قانونی از تلویزیون لمر پخش می شود. در یک سال گذشته 6% در میزان سپرده گذاران بانک های کشور کاهش آمده است. مسئولان اتحادیه بانک های کشور می گویند که در حال حاضر میزان سپرده گذاران در بانک های کشور 11% است، در حالی که این رقم در سال 1393 هجری خورشیدی به 17% رسیده بود. در همین حال مسئولان بانک مرکزی هرچند مهاجرت های شماره شهروندان کشور را از علت اصلی کاهش میزان سپرده گذاران و حساب های بانکی در کشور می دانند، اما می گویند که سال گذشته 8% ارزش سپرده های مردم در بانک ها افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات اتحادیه بانک های کشور، در حال حاضر 3,300,000 فرد در بانک ها حساب دارند و این افراد در حدود 280 میلیارد افغانی از سپرده هایشان را در بانک های کشور نگهداری می کنند. مسئولان اتحادیه می گویند که میزان سپرده گذاران در سال 1394 هجری خورشیدی به 11% رسیده است. در صورت که اگر نفوس افغانستان ما 30 میلیون تخمین شود، چون احصای دقیق نفوس کشور تخمین نشده، تخمینی 30 میلیون اگر ما چی کنیم، به این اساس 11% مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارد و متبقی 89% کس اینا از به سیستم بانکداری دسترسی ندارد. در این حال مسئولان بانک مرکزی هرچند کاهش سپرده گذاران بانک ها را در سال گذشته جی خورشیدی میپذیرند، اما میگویند که در این سال ارزش سپرده های مردم 8% افزایش یافته است. تبر مهاجرتونه شویدی ډیره خلک وتلی به هر تد هیواد نه کوم څه اکاونټ لرو تړلې بی، خو هغه دومره خاص کم اثر گذاری نه دی خوده. ول څه چې مهم دی دا چې د امانات کښې ځکه امانات دی چې د قرضې زمينه مسده نه دا چې تعداد افرادو گفتن است که با کاهش سپرده ها و حساب های بانکی در بانک های کشور، گذشته از رکود کاروبار بانک ها، میزان سرمایه گذاری های بانک ها و دادن قرضه ها به مردم کاهش می یابد. شمار از آگاهان اقتصاد از بانک مرکزی می خواهند که با ترویج بانکداری اسلامی معیاری در کشور، بخش بزرگی از پول های را که در حال حاضر نزد مردم وجود دارند گردآوری کنند. سپاسگزارم از توجهتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.